من از کشوری نمیام که رهبر اون کشور امروز باعث افتخار من باشه. من خجالت میکشم که بگم ایرانی هستم، در حالی که ایرانی بودن باعث افتخار مردم بوده در طول تاریخ. چه بر سر ما آمده که مثل آلمانای زمان هیتلر خجالت میکشیم بگیم رهبر ما آدولف هیتلره؟ ولی تو همین جاها، تو همین مغازه‌ها، تو همین دکونا، تو همین مجالس خیلی ها هستن که مجیز همین آدولف هیتلر رو توی تهران میگن، به خاطر خونه شون که پس بگیرن. وطن من و شما رفته، خونه چیه؟ کشور من رفته. من اصلا کسی نیستم دیگه. من اگه شما نباشین کجای دنیا آواز میخونم؟ کی به من توجه میکنه؟ پس بدونین که منم خیلی دوستتون دارم، نیاز به هیچیتون ندارم. من میتونم مثل همه ایرانی ها کار بکنم، بالاخره 2000 دلار که میگیرم که کرای خونه‌مو بدم و پول آب و برق و تلفن. ولی خجالت میکشم که در زمان شادی شما روی صحنه بودم و در زمان ناکامی مردم کشورم برم تو فاحشه‌خانه‌های لس آنجلس هروئین بکشم و به ریش ملت ایران بخندم و فکر کنم که با ویسکی به سلامتی ایران زندگی میکنم. نه، من با قلبم به سلامتی ایران زندگی میکنم و با ذهنم برای وطنم قدر. به همین دلیل فحش میخورم، ولی زنده هستم. شما هم زنده هستین و به ایران برمیگردین. شما بدونین مردم ایران به ایران برمیگردن، ولی خاک بر سر اون مردمی بکنند که در طول تمام این سالها نفهمیدن که یه فرقی است بین جانی و عالم. حتی دنبال جانی رفتند، نماز خون شدند، ریش گذاشتند برای اینکه 100 تومن پول بگیرن. جهان میگذره، با 100 تومن و 200 تومن برای من 10 سال دیگه بیشتر زنده نیستن. ولی خیلی بده که آدم فاحشه مغزی باشه. چه بهتر که آدم تنشو بفروشه ولی مغزشو به جانی در جماران نفروشه. نه، چرا بیخیال؟ اگه میخواستم بی خیال باشم لس آنجلس زندگی میکردم، اینجا نبودم. نه، براتون یک چیز دیگه میخونم، بعد یک خانم خواننده رو میارم. یک سرود براتون میخونم، برای مادرم میخونم، برای مادر شما. و بدونید که همه هنرمندان شما نرفتن تو کافه ها و معتاد به مواد مخدر نشدن. من سیگار به زور میکشم ولی عاشق ایران هستم. درد میکشم از اینکه اینقدر ابله در دنیا فراوونه و اینقدر بی مغز در دنیا زیاده و خیال میکنن که اگر سفارتخونه ایران پاسپورت بگیرین به دلیل اینی که حالا ایران شده سوئیس، نه به دلیل اینی که میخوان من شما رو خر بکنن. 1 میلیون مردم کشور ما رو کشتن. کجای کارین شماها که با این پاسپورت برمیگردین به اون کشور، چادر سرتون میکنین، زیر بار جنایتکار میرین و از یاد آزادی و آزادگی بشر غافل میمونین. غافل نباشید که انسان زنده یک روز موفق میشه. ما بالاخره موفق میشیم. 4 ماه دیگه، 5 ماه دیگه، 1 سال دیگه ما به ایران برمیگردیم و ایران وطن من و شماست، نه وطن اینا که سر کار هستن. برای شما میخونم، سرودم میخونم، یک سرود برای شما میخونم برای ایران و بعد یک آنتراکت و بعد یک خانم میاد که وقتی میاد بیهوش میشین، اما تو میفتین با امیدوارم بیهوشیم بیفته که من یک کمی استراحت کنم. برای این سرود میخونم. برو. هرگز سکوت من علامت انتحارم نیست، قلبم اگر شکست لحظه مرگ کارم نیست. ایران همیشه هست هر کجا که سلامی هست، در عمق آن سلام از شرافت پیامی هست. هرگز گمان مکن که در وطن تنها هستی، من در کنار تو و تو میان ما هستی. ایران همیشه هست هر کجا که سلامی هست، در عمق آن سلام از شرافت پیامی هست. اما اگر پرچم شیر و خورشید من تکه پاره شد مثل ذرات امید من، چون که زنده
زنده ایم به خاطر شرافت انسان، خیزیم همه ز جای به نام تاریخ ایران. آنها که آمدن تبار ایران را کشتن، ما را به جرمش به خون ایران آغشتن. فریاد ما شکست در گلوی هزاران مرد، از میهنم چه من تکنون جز سکوت سیاه من. هرگز گمان مکن که در وطن تنها هستی، من در کنار تو و تو میان ما هستی. ایران همیشه هست هر کجا که سلامی هست، در عمق آن سلام از شرافت پیامی هست. اما اگر پرچم شیر و خورشید من تکه پاره شد مثل ذرات امید من، چون که زنده ایم به خاطر شرافت انسان، خیزیم همه ز جای به نام تاریخ ایران، خیزیم همه ز جای به نام تاریخ ایران. میخوام تشکر کنم ازتون، مرسی برای پرچم ایران. نه گریه نکن، گریه دردی دوا نمی کنه. گریه نیست چاره درد من و شما، گریه نیست مبارزه سیاسی است، نه در لس آنجلس، در تهران، در خانیاباد که مردم دارن میکنند، مردم میمیرند برای که من و شما زنده بمونیم و ما زنده میمونیم برای که ملت ایران زنده بمونه. برای شما یک هدیه خیلی زیبا دارم، یکی از زیباترین خواننده‌هایی که در عمرم باهاش روی صحنه رفتم. من خیلی خواننده رو صحنه آوردم، امروز از اینکه با اونا روی صحنه رفتم بعض وقتا بسیار متاسفم، ولی از این 90 تا خواننده 85 تاشون کار دست منن، ولی سلام علیکم با من نمی‌کنن، می‌ترسن اگه مثلا سرود کنار من واسه سرود سیاسی بکنن کاسبیشون خراب بشه. بماند جانم عزیزم، جانم چرا ببخشم کاز عاشقانه است فریدون جونم، بخونم بلند فریدون عزیزم چقدر من تو رو دوست دارم، تلفن چند کجا میتونم تو رو ببینم و از شما لذت ببرم. عزیزم میر حسینی هستی، شما تفرشی هستی، یه ماش من بدیم. گفتم یه ماش، نگفتم دوتا ماش و دیگه نگفتم فشار بدیم خودت به من. زنگ میزنم نوکرتونم، خیلی دوستتون دارم به خدا، خیلی چیز دیگه.